من امیدوارم که در این فرصتی که دیده هستم بتونم به طور مختصر فقط به معرفی این پدیده بنیادگرایی در ادیان موفق بشم. این بحثی که الان خدمت آقای دکتر دباغ عرض می‌کردم حقیقتاً بحث بسیار مفصلی، پدیده بسیار پیچیده‌ای و این پدیده طبیعتاً مطالعه کردن و بررسی کردن اون زمان زیادی رو می‌خواد و در طول صحبت‌ها من شاید اشاره هم بکنم که حتی اون آکادمیسیان ها از سنف‌های مختلف جامعه شناسی، دین شناسی و پدیده شناسی هر چی که دوست دارید اسمشو بذارید به این مطالعه این پدیده پرداختن. واقعا مجلدات پس از مجلداتی در باب این مقوله نوشته شده، تحقیق شده، سالها کار شده و واقعا پدیده پیچیده. اینه که امروز من هستی فکر کردم از کجا شروع کنم بحث این بنیادگرایی در ادیان رو، آیا مصداقهای این پدیده رو معرفی کنم در حداقل چند دین کار به حق‌تری کردم، فقط در نوع اسلامی شو بپردازم یا چی. فکر کردم که بهتر اول یک معرفی اجمالی داشته باشیم از این و اینکه چه نوع تعریفاتی در باره این پدیده ارائه شده و بعد اینکه چه مشخصاتی اصلی و چه عناصری باید وجود داشته باشه در یک نهضتی، در یک جریانی که بتونیم اون رو یک نهضت بنیادگرا یا فاندامنتالیست بخونیم. این خلاصه مجموعی است که اینجا امروز خدمت دوستان عرض میکنم و با برشمردن این مشخصات و تعریف از ماهیت این پدیده یک نظر کوچک و هم یافتری هم خواهیم زد به این که آینده این پدیده بنیادگرایی در جهان مدرن چی هست. اشاراتی در ضمن بحث مصداق‌ها یا مثال‌های از پدیده بنیادگرایی در ادیان مختلف دارم که چاشنی این بحث‌ها هست و بعدم صحبت دوستان رو می‌شنوم. فاندمنتالیزم یا بنیادگرایی تاریخش در واقع تاریخش لحظش اگر بخوام بهتر خدمت دوستان عرض بکنم به این مثل این که لازم نیست نه؟ من آزاد تر هستش اینجور. این تاریخش این لحظ به دهه های اول قرن 20 برمیگرده و حالا هم از جهت تاریخچه لفظ و هم از جهت خود این پدیده فاندامنتالیزم اول چیزی که باید از طرف خدمت دوستان اینه که بنیادگرایی یک مقوله و یک پدیده متعلق به جهان مدرن هست با این که ماهیتا یک جریان یا یک اندیشه ایست که ممکن ارتجاعگر باشه با پسگرا باشه و کیفیت هشید ولی پدیده ایست مدرن و مقوله ایست که یعنی در این عصر مدرن سر کشیده و همینطور که میبینید تاریخ این لفظ هم به دهه های اول قرن 20 برمیگرده. بین سالهای 1910 تا 1915 اولین بار یک جریان پروتستان های در آمریکا، یعنی پروتستان های آمریکایی، این جریان محافظه کارشون یک سری انتشاراتی داشتن و اون زمان در اوائل دهه 20 دهه ای هستش که علم تجربی داره ظهور و بروز عملی پیدا میکنه، تئوری تکامل داروین خیلی رونق داره و بسیاری از رشته های علم و تکنولوژی و اخلاقیات دنیای مدرن داره خودش رو تحمیل میکنه به جامعه های سنتی و محافظه‌کار مسیحی. در اون دهه ها در میان گروه های محافظه کار پروتستان آمریکایی یک سری انتشاراتی بیرون میاد به عنوان The Fundamentals of Christian Faith، یعنی اصول دین مسیحی، حالا اگر من ترجمه‌اش رو اینطوری بکنم. بعدن این گروه های یعنی در این انتشاراتی اصولی تبیین میشه که اگر کسی مسیحی هست مثلا باید معتقد به این اصول و پایبندی داشته باشه. بعد این محافظه‌کاران بین خودشون باز اختلافاتی پیدا می‌کنن و این یک گروه از اینها حتی یک لیست انتخابی و سلکتیو از این فاندامنتال ها رو می‌گیرن و به خودشون
اطلاق میکنن که ما فاندامنتالیست هستیم، یعنی یک گروه محافظه‌کار خودش از بقیه گروه های محافظه‌کار هم جداتر میکنه و میگه که ما پیرو این فاندامنتال هستیم و این کلمه فاندامنتالیزم این دهه 1920 اتفاق میفته و از این به بعد این لفظ مشترک به کار برده میشه برای همه جریان ها. یعنی امروزه این کلمه فاندامنتالیزم که در اصل یک شروعش در جریان پروتستان های آمریکایی بود، الان این لفظ به طور عام اطلاق میشه برای به طور مشترک به کار برده میشه برای وقت جریاناتی که با الهام از آموزه های یک مذهب یا یک کتاب مقدس در مقابل تمایلات سکولار و لیبرال در جامعه و فرهنگ و همچنین در مقابل تفسیرهای لیبرال یا نیمه لیبرال از این متن مقدس یا از این دین مقاومت به خرج میدن. این حالا فعلا یک تعریف اجمالی داشته باشیم. یعنی وقتی میگن یک فاندامنتالیست یهودی یا یک فاندامنتالیست هندو یا یک فاندامنتالیست مسلمان، به طور اجمال اینه که یک گروهی هستن که با الهام از آموزه های این مکتب یا این متن مقدس در مقابل جریان لیبرال یا سکولار ایستادن. پدیده فاندامنتالیزم البته در قرن بیستم از محبوبیت عامی برخوردار در جوامع مختلف و در میان پیروان ادیان مختلف و هم این که در میان پژوهشگران یک مقوله برجسته‌ای شد، به طوری که مثلا یک جریان، یک نمونه به شما بگم از مطالعاتی که در این باره انجام شد، در دهه 1990 یک گروهی از پژوهشگران که گروه گسترده‌ای در سطح دانشگاه‌های بین‌المللی آمریکا، کانادا، اروپا هستند، در دانشگاه شیکاگو یک پروژه اسم The Project of Fundamentalism یا Fundamentalism Project شروع کردند که چندین سال طول کشید و حاصل یک کتاب، یعنی 5 یا 6 جلد بسیار قطور هست که در این مجلدات به ابعاد مختلف این پدیده فاندامنتالیزم در ادیان گوناگون پرداختم. مثلا از این دست یک نمونه میگم که محبوبیتی پیدا کرد این و مورد توجه واقع شد در میان محققین دانشگاهیان. یک نمونهش مثلا همین پروژه فاندامنتالیزم بود که در دانشگاه شیکاگو انجام شد. یک با مشخصه بارز دیگه از فاندامنتالیزم که به طور اجمال به شما عرض بکنم، اولا پس یه پدیده و یک مقوله نوین مال متعلق به دنیای مدرن هست. یک مشخصه دیگه اینه و یعنی جالبه، اینا آیرونی، اینا تناقضای دورونی هست که فاندامنتالیزم در اصل یک جریان انحصارگرا و انحصار طلبه ولی که منحصر به هیچ دینی نیست و این پدیده خودش یعنی تکثرهای علمی یا در صورتهای علمی خودش بسیار متکثره و در همه ابعاد در همه ادیان و جوامع مختلف متعدد پیدا میشه. همونطور که عرض کردم خدمتتون، این جریان در میان پروتستانهای آمریکا شروع شد ولی حتی در میان کاتولیکهای فرانسه و ایتالیا هم وجود داره، در میان یهودیها هست، در میان مسلمانها، هندوها و حتی برخی جریان ها در عالم بودیسم در کشورهای مختلف بود، مثلا در سریلانکا و دیگران رو حتی میشه زیر پوشش این فاندامنتالیزم برد و مطالعاتی هم انجام شده. حتی شینتو، دین شینتو در ژاپن، یعنی اینایی که حتی فرض میکنیم چون که میگیم بنیادگرایی، همیشه اون وجهه که حالا میبینید یک وجهه مبارزه طلبانه و فعال مثلا خشونت آمیز هستن، ولی این دینایی مثل بودیسم یا شینتویسم هم حتی جالبه بدونید که یک گرایش هایی یا یک تمایلاتی هست که برخی از محققان این رو میبرن زیر همین حیطه فاندامنتالیست ها. ولی خب البته یکم اینجا کار پرتکلف تر میشه و به این صراحتی که در میان ادیان ابراهیمی یا هندویسم هست حتی نمیشه. حالا اگر بخوام تعریفی از فاندامنتالیزم بدیم، من اینجا به شما خلاصه عرض بکنم. حتی این پدیده به قدری پیچیده هست که ارائه تعریفی از اون خودش
میتونه از زوایای مختلف انجام بشه. خواهش میکنم. اینه از زوایای مختلف که نگاه بکنیم و مطالعه کردن تا بخواد سه نوع یا سه دست تعریف یا سه دیدگاه یا رویکرد برای تبیین و تعریف این پدیده هست. در این بحث محققانه بعضی وقتا فقط فاندامنتالیست رو اونجوری که طرفداران خود این گروه یعنی فاندامنتالیست ها بنیادگرایان خودشون رو تعریف میکنن گرفته میشه. یعنی یک نقطه شروع یا نقطه یحیاتی که ببینیم اون گروه خودش رو چی تعریف میکنه. مثلا همین فاندامنتالیست ها یا بنیادگرایانی که گفتم به شما در آمریکا معمولا اونایی هستن که میگن خب ما معتقد هستیم به اینکه نفس صریح انجیل و اصل خطا ناپذیری ایرننسی آف دی بایبل، اصل خطا ناپذیری یا بی خطا بودن انجیل یا ظهور مجدد حضرت مسیح یا چیزهای دیگری، مثلا اینا خودشون اینجوری تعریف میکنن. این نوع برخورد، این نوع تعریف به یک پدیده، این نوع رفیاف به تعریف کردن یک پدیده و کار بودنش در کارهای محققانه خب یه محاسنی داره که در واقع سابجکتیوه. اون افراد خودشون میگن که ما چی هستیم دیگه، من مطالعه‌گر از خودم چیزی اضافه نمیکنم، ولی البته یک معایبی هم داره چون همطور که سابجکتیو هستش و اونا خودشون میگن که ما این اصل معتقد هستیم، چیزای بیرونی، عوامل بیرونی که سبب شده که این افراد خودشون رو اینجوری تعریف بکنن نادیده گرفته میشه. یعنی این روش تعریف کردن هم یک محدودیت های خاص خودش بوده. یک من دیگه خیلی به خلاصه در اینجا رو برگزار بکنم. یه نوع تعریف دیگه یا رهیافت به تعریف و تبیین پدیده بنیادگرایی معطوف به عوامل تاریخی و محتوای سیاسی اجتماعی فاندامنتالیزم هست که در واقع یک رفیافت یا یک تعریف تاریخی اجتماعی از این پدیده هستش. مثلا میان نگاه میکنن که خب بعضی از سمبول های این دین، مثلا فرض بکنید پدیده بنیادگرایی در اسلام یا مسیحیت رو ایشون میخواد مطالعه بکنه، اگر شیوه تعریفیش برای تبیین این پدیده تاریخی اجتماعی باشه میان نگاه میکنه که سمبول های این مذهب که دست به گروه های محافظه کار پیروانشون مثلا از چه زمانی و با چه اهداف سیاسی بروز و تجلی بیرونی پیدا کرد و اینکه ویژگی های کارکردهای این سمبول ها مثلا در اجتماع و در سیاست چی بوده. این هم خب یک تعریف هست. مثلا برای مثال به شما عرض میکنم ببینم مثلا از کی و از کجا پدیده مثلا نماز جماعت خوندن در کشورهای اسلامی در دوره مدرن در دوران معاصر مثلا یک پدیده شد. خب این دوستانی که از نظر سنی خاطرشون هست مثلا قبل از انقلاب همچین این پدیده نماز جماعت خوندن اونم در ملأ عام یا در دانشگاه یا در اداره یا در خیابون اصلا وجود نداشت و از وقتی که شروع کرد این سمبول به کار رفت در تظاهرات و در خیابون ها مردم نماز جماعت خوندن یا در دانشگاه های دوری از بچه ها خودشون جدا کردن نماز جماعت خوندن، خب یک نوع از تعریف به این میپردازه که مثلا این سمبول مذهبی از چه زمانی و به چه دلیلی مورد مطالبه یا مثلا مقوله حجاب رو به خانم ها از کی و به چه دلایلی حجاب گذاشته. این نوع مطالعه و رهیافت به تعریف و این شیوه تعریف کردن حسنش اینه که با توجه به کارکردهای بیرونی دین و ظواهر امر مواد برای مطالعه زیاد داره. این سمبول های و تجلیات بیرونی یک دین خب بسیار مواد آماده میکنه برای پژوهشگر که مطالعه تحقیقی تاریخ اجتماعی خودش رو از اون پدیده بکار، ولی ضعفی که داره اینه که نمیتونه به تجربه دینی اون معتقدین به اون دین دسترسی داشته باشه. مثلا خب به همین زادگی میتونه این بحث بشه که بله از جماعت نماز جماعت خوندن یا حجاب سر گذاشتن خانم ها یا دخترها از یه زمانی شروع شد که مثلا این هدف سیاسی در کار بود یا این گروه های سیاسی بودن. بنابراین اون تجربه دینی که بعضی از خانم ها خودشون از گذاشتن حجاب داشتن، این نوع برخورده و این نوع شیره به تبیین این پدیده فاقده و این وجه از دینداری رو ازش خواهد.
نوع سوم تعریف یک تعریف و تبیین تحلیلی و تئوریتیکال و نظری از پدیده فاندامنتالیسم هست به عنوان یک پدیده ضد مدرنیسم. و این جالبه که شما بدونید بیشترین از این رفع یافتهای به این مطالعه فاندامنتالیسم در این دسته می گنجه و یا ترکیبی از همه این سه رفع یافتی که خدمت شما تا به حال عرض کردم. این نوع تعریف سوم که تعریف و تبیین تحلیلی و نظری از پدیده فاندامنتالیسم یا بنیادگرایی به عنوان یک پدیده ضد مدرن و ضد مدرنیسم هست مبتنی بر تحلیل‌های ارزشیه. یعنی در این بینش، در این تبیین، فاندامنتالیسم به کسانی یا بنیادگرایی به کسانی یا جریانی اطلاق میشه که سعی میکنن یک نظم ارزشی از جامعه، نظم ارزشی جامعه موجود رو که هم بزنن و یک نظم از ارزش‌های جامعه ایدئالی که معطوف به گذشتشون هست رو برقرار بکنن. یعنی میخوان دوباره نظم برقرار بکنن در جامعه و همشون هم معطوف ارزش‌هایی است که در گذشته و یا در حال هستش. این در این دوباره برقرار کردن یا نظم و سامان مجدد دادن به جامعه، این رو میخوان ببرن، این نظم موجود جامعه رو میخوان ببرن زیر پوشش و سیطره یک سنته. و این کلمات رو با تاکید از میخوان خدمت دوستان، ببرن زیر سیطره یک سنت جامعه مقدس متعلق به گذشته یا حداقل ایدئالی در گذشته. یعنی یک سنتی است جامعه و مقدس هم هست. این روی کرد البته مانند دو تا روی کرده دیگه هم محاسن خودش رو داره و هم معایب خودش رو. این روی کرد امکان توضیح سیستماتیک از این پدیده رو به دست میده و اهمیت اون رو در مخصوصا در کانتکست در پس زمینه مدرنیزاسیون مشخص میکنه، ولی به نوعی یک روی کرد انتظاییه که به نحو کامل نمیتونه کاربردهای متنوع این فاندامنتالیسم یا این پدیده بنیادگرایی رو بپوشونه، چون اگر بخواد همش به مصداقها بپردازه بیشتر بهتری که از این شیوه دوم، یعنی شیوه تحلیلی تاریخ اجتماعی یا اون شیوه اول استفاده بکنه. ولی در هر حال این به نظر میرسه که در کانتکست در توضیح این چالش سنت و مدرنیسم این شیوه کارآمدتره و میتونه یه ترکیبی از همه اینها باشه. اون پروژه فاندامنتالیسم که خدمت دوستان عرض کردم، اون محققینی که کار کردن در این 5-6 جلد یه ترکیبی از این رفیافت رو به کار برد. عمدتاً گرایش های غالب در تحلیل های اجتماعی از پدیده بنیادگرایی، بنیادگرایی رو به شکل یک دینداری ارتجاعی متعلق به یک جامعه عقب افتاده نشون میده. یعنی در ذهن ها هم این کلمه یک بار معنایی خیلی مثبتی نداره، خیلی همچنین پجورتیوه این کلمه بنیادگرایی، چون معمولا اینطور بوده، حالا هم به خاطر نوع اعمال و عملیاتی که این گروه ها داشتن، هم به خاطر نیش قلم و نوک نوشتار محققین یا حالا هر چیزی که دیگه، یا آمدانه یا غیر آمدانه، بیشتر این بنیادگرایی به شکل یک دینداری ارتجاعی از یک متعلق به یک جامعه عقب افتاده نشون داده شده که قصدش اینه که در جامعه مدرن یک تصفیه اخلاقی، این هم یادتون باشه باز از این کلماتی است که با تاکید زیرش خط می‌کشیدم، یک تصفیه اخلاقی در جوامعی که اقتدار سنت از دست رفته میخوان ایجاد بکنن. جامعه‌ای که اقتدار سنت و ارزش‌های سنتی از دست رفته، این بنیادگرها میخوان یک تصفیه اخلاقی درش انجام بدن و در این راستا بنیادگرایان کسانی میشن یا یک نهضت بنیادگرا نهضتی است که هدیه دهندگان یا هدیه آورندگان یقین و قطعیت گمشده گذشته هست. و این رو آقای دکتر سوری خیلی خوب پرداختن برای ما، تفاوت دنیای ما قبل مدرن و دنیای مدرن. اگر یکی از عناصرش هم این هست که دنیای مدرن مبتنی و مطلوب به شک، به کثرت‌گرایی و همینطور حالا میاد پایین تا اینجا میگم، بله
خدمت دوستان، یعنی دنیایی است که اون یقین شیرین همیشه سر جای خودشه، آرام بخش گذشته از دست رفته و این بنیادگرایی مخصوصا در یک جوامعی که شرایط بحران رو پشت سر میگذاره، یعنی گذار از اون دوران هست که قطعیت و یقین وجود داشته به این دورانی که همه چیزها سر جای خودشون نیستن، یک آمیختگی از نرم ها هست، یعنی نه نرم های گذشته کار میکنن نه نرم های جدید همین جا افتادن، بلکه در یک آمیختگی از این نرم ها هستش. بنیادگرایی معمولا در یک همچین پس زمینه بروز و ظهور پیدا میکنه. ولی جالب اینه که بدونید همین نهضت های بنیادگرا برای برقراری و برای هدیه دادن این نظم نوین و این یقین و قطعیت آرامش گم شده گذشته از راه ها و لوازمات مدرن استفاده خواهند کرد و بر اساس همین است که خودشون رو اینجوری نشون دادن و ایدئولوژیشون اینطور هست. در واقع دشمنان اصلی اونها لیبرال ها هستن و لیبرال ها و سکولار ها هم بنیادگران دینی رو دشمن خودشون میدن. یعنی میبینید که اینجا یک رقابت و یک چالشی همیشه هست. البته اینجا این نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم که نه هر حرکتی که خواهان اینه که سنت گذشته رو دوباره احیا بکنه و یا ارزش های گذشته و نظم گذشته رو در جامعه ابقا بکنه لزوماً فاندامنتالیست یا بنیادگرا هست. این رو خاطرتون باشه و در این 10-12 مشخصه‌ای که بعداً میشمارم همیشه اینم خاطرتون باشه. سنتگرا اونه که به طور طبیعی در یه سنت زندگی میکنه، حتی توجه هم ممکنه نداشته باشه که من یا آدم سنتی هستم یا جامعه که توش دارم زندگی میکنم سنتی، یعنی تفصیل به این نکته لزوماً نداره یک جامعه سنتی یا یک گروه سنتی یا یک فرد سنتی را و تمیزی بین این که یه اتفاق بیرون افتاده و داخل نداره، یعنی در همون دنیای خودش داره زندگی میکنه و کاری هم نداره، یه میراثی رو از گذشته درست برده که به همون شیوه راه و روش گذشته هم زندگی میکنه. ولی توسل بنیادگرایان به سنت در واقع یک چیز یک مقوله به ارث برده شده نیست، بلکه توسلشون به سنت یک کوشش آمدانه آگاهانه برای بازتولید و راه اندازی سنت و اهمیت مجدد بخشیدن به ارزش‌های سنت در جامعه هست. یعنی به طور آمدانه و آگاهانه این کار را انجام میدن، یعنی اولا یه تفصیلی برای اونها حاصل شده که حالا بعد در اون مشخصاتی که بگم میبینید که چه اتفاقاتی بر سرشون آمده و اینکه آمدانه میدونن که دارن چه کار میکنن. بعد یه تفاوتی بین بنیادگرایان و اون به طور سنتگرایان وجود داره. اتفاقا یک نکته دیگه و یکی از اون آیرونی هایی که گفتم و تناقضات همینه که به محض اینکه این بنیادگرایان میخواهن آمدانه میخوان این کار رو بکنن و اتفاقا مجبورن میشن از شیوه های مدرن استفاده بکنن، این خودش یک نوع مداخله و آمیزش با جهان مدرنه، یعنی به کار دیگری هم کار دارن، یعنی خودشون فقط با خودشون نیستن، به کار دنیای مدرن کار دارن، به کار جامعه مدرن کار دارن، اینا مجبور میشن که یک مداخله ای بکنن و یک آمیزشی رو با جهان مدرن داشته باشن. دست با قضا توش و توان بحثی از این جریانات بنیادگرایی اتفاقا منوط به تغییراتی که در خود سنت انجام میدن. مثلا شما اگر یک نهضت انقلابی رو ببینید، نهضت مذهبی که یک انقلاب مذهبی موفق انجام میده، در خود سنت اون مذهب انقلاب اصلا یک پدیده‌ای جاری نبوده، یعنی انقلاب خودش یک بخشی از اون سنت نبوده، بلکه در کاری کردن اون سنت و اون رو انقلابی کردن یه خودش آموزش و مداخله با جهان مدرن هستش و به عبارتی اونهایی که ادعای نمایندگی اون سنت رو میکنن خودشون سنت رو تغییر دادن. اینها یکی از آیرونی های این نفرت های بنیادگرا هستش، یعنی سنت گرایی اونها به نحو انقلابیه و شامل ابداعات و دستکاری های نوینی هست. مثلا حالا من این رو من باب مثال عرض میکنم، نمیخوایم مناقشه ای داشته باشیم در اینجاها، ولی مثلا که آیا مثلا حالا انقلاب ایران یک 100% فاندامنتالیست هست، بنیادگرا هست، نیست؟ خب حالا اینا
بمانه. حالا میبینیم که اون قضاوت ها رو میذاریم برای خودتون، ولی مثلا رهبری دینی انقلاب ایران و معطوف کردن اون به یک سنت پیشینه تشیع و خودش این امر انقلابی بود، یعنی خودش تغییر دادن یک سنتی بود و اون سنتی که میخوان درش پیاده بکنه. در هر حال این سوال باقی میمونه که آیا بنیادگرایی فعالیت مذهبی یک جامعه عقب افتاده هست یا نه. حالا جالبی که بدونید، البته فکر میکنم بعدا مشخص بشه برای دوستان، که پاسخ به این سوال منفیه. بنیادگرایی یک پدیده نیست که متعلق به یک جامعه دینی عقب افتاده باشه. حداقل مصداقهایی که تا به حال از بنیادگرایی به وجود آمده این جواب روی مثبت رو به ما نمیده. برای مثال اولین پیشگامان بنیادگرایی در آمریکا همون خوزستان های محافظه‌کار 1920-1930 اینا شهرنشین های تحصیل کرده ای در جامعه آمریکای اون زمان بودن، که خب جامعه آمریکا خودش حالا در هر حال درست 1920 ولی یه جامعه ایست که از پیشرفت های مدرن علمی و صنعتی عقب نیست. افرادش تحصیل کرده هستن و عمدتا بخشی از اونها متعلق به یک نهادهای نوینی بودن. یا مثلا جریان بنیادگرایی یا فاندامنتالیزم در مصر و ایدئولوژی اصلی اون سید قطب، خودش یک فرد تحصیل کرده است و تحصیلات عالیه داره، ادبیات انگلیسی خونده. در من قبلا اینجا بعضی از دوستان چهرهاشون آشناست درباره سید قطب صحبت کردیم. خب اون جامعه نیست هم شهرنشینی جامعه دوستایی عقب افتاده نیست. یا در ایران دکتر شریعتی که ایدئولوژ اسلام انقلابی یا همین بنیادگرایی اسلامی باشه، ایشون هم همینطور، ایشون هم یک فرد تحصیل کرده متعلق به طبقه متوسط شهرنشینه. و بعد علاوه بر این ایدئولوژ ها شما تیت طرفداران رو ببینید، دانشجویان دانشگاه ها هستن و تحصیل کرده هستن. پس پدیده بنیادگرایی وقتی میگن که یک پدیده ایست متعلق به دنیای مدرن، نه اینکه فقط در تقابل سنت و مدرنیت شکل میگیره، بلکه اصلا لوازماتش هم که به کار میبرن از لوازمات و نهادهای مدرن استفاده میکنن و حتی به این معنا هم باز خودش متعلق به چون طبقه متوسط تحصیل کرده دانشگاه رفته، مدارس دولتی و دانشگاه دولتی رفته، اینا خودش همه پدیده های مدرن هست. شما از یه روستای ایزوله شده سنتی نمیتونید یک همچون جریان هایی رو پیدا بکنید. حتی بازاریانی که در ایران مثلا طرف داره این جریان میشن، اینا حالا اگر قطب هاشون نگاه بکنید اینا قطب های اقتصادی مثلا یک جامعه هستن. در حال اینجوری هست. حقیقت اینه که اتفاقا در بسیاری از موارد جوامع یا افرادی که این یک دوران گذار اجتماعی رو تجربه میکنن، حالا علتش هم اینه که چرا این دور میشه، بله جامعه ایران، جامعه مصر یا جامعه اون موقع آمریکا، هم اون جامعه و هم افرادی که این نهضت‌ها رو اداره می‌کردن در تماس نزدیک با مدرنیته قرار گرفته بودن و این جوامعی که در تماس نزدیک با مدرنیته قرار می‌گیرن خیلی بیش از دیگر جوامع احتمالش هست که گرایش به فاندامنتالیزم یا بنیادگرایی پیدا بکنن. پس بنابراین به هیچ رو نمیشه گفتش که این پدیده متعلق به یک جهان سنتی و عقب افتاده هست. یک سوال دیگه اینجا عرض میکنم و بعد شما میپردازیم به مشخصات خاصتر این پدیده. سوال اینه که آیا بنیادگرایان جهانبینی ضد مدرن دارن؟ چون گفتیم که بیشتر این مطالعات که درباره پدیده بنیادگرایی انجام شده این پدیده رو در مقابل در چالش یا در پس‌زمینه سنت و مدرنیسم نگاه میکنه. حالا آیا بنیادگرایان جهانبینیشون یک جهانبینی ضد مدرنه؟ به این سوال برعکس سوال قبلی باید بگیم که به طور عامی، به صورت اجمالی و به طور نسبی باید بگیم که بله اینطور هست، یک جهانبینی ضد مدرنی میگم عرض میکنم به طور عام و به طور نسبی. حداقل به دو دلیل میتونم این حرف رو بزنم. یکی این که در ایدئولوژی اصلی اونها یا در کل جهانبینی اونها مخالفت با شر و شرور مدرنیسم در اولویت هست.
یعنی اول یک شرطی وجود داره که اینها باید با اون شرط مبارزه بکنن و این شرط چیزی نیست که جز شرط مدرنیسم و این شرور مدرنیسم در دیدگاه اونها همگیر همه ابعاد زندگی انسان رو پوشونده، بنابراین باید وقتی که همه ابعاد رو پوشونده باید باشه یه فعالیت. دوم این که مدرنیسم برای بنیادگرایان یک نیروی تخریبیه که به تدریج سنت‌های مذهبی رو که به تدریج نقش سنت‌ها و ارزش‌های مذهبی رو در جامعه تقلیل میده و ایده بازگشت به اون یقین و اون جامعه یک دست و یک نواخت رو از بین میبره. یعنی دیدشون نسبت به مدرنیسم اینطوری هستش، بنابراین کاملا زده نست. دلیل سوم گفتم به دو دلیل ولی حالا با بیشتر میشه. یک دلیل دیگه یا یکی از شرور مدرنیسم اینه که جهان مدرن یک جهان تکثرگراست و در بطن این جهان مدرن کثرت‌گرایی وجود داره و باید در نظر فاندامنتالیست ها باید جای خودش رو به یک جهان یک دست و منسجم گذشته بده. ولی همینطور که عرض کردم قبلا خدمت شما، نمیشه گفت که 100% هم ضد مدرن هستن، چون هم از لوازمات و تبدیل های مدرن استفاده میکنن و هم اینکه حتی به صورت نظری هم که شده در اون فاصله که بارگنینگی هم که با دنیای مدرن دارن در اون داد و ستد ذهنی که با تصورات و تشریفات و مفاهیم مدرن هم دارن، اینا مجبور میشن که به نوعی خودشون در مدرنی شریک باشن و داد و ستد بکنن. بنابراین اینها خیلی سخته که بگیم 100% به یک معنای انتظایی غیر مدرن هست. تقریبا بدون استثناء بنیادگرایان اگر بخوان تغییری ایجاد بکنن باید به اصول و لوازم مدرن توسل پیدا بکنن تا تغییرات دلخواهشون رو مشروعیت ببخشن. مثلا چه عرض بکنم خدمت شما، در دنیای مدرن اگر یک جریان فاندامنتالیست یا بنیادگرا بخواد اقتدار سیاسی و سلطه سیاسی و حکومت برسه، برای تثبیت نظرات خودش باید توسل پیدا کنه به شیوه های مدرن مثل شیوه های انتخابات، نوشتن قانون اساسی، مشارکت در بحث‌ها و مناظرات، استفاده از مشروعات و این گونه لوازمات مدرن. به این معنی که در این پروسه‌ای که وارد میشه تا از این لوازمات مدرن استفاده کنه، به خودی خود یک کمی خودش رو رقیق می‌کنه و در واقع از اون خلوص خودش که اون سنتی که میخواد کم میشه. در این پروسه تأثیرات خودش، تأثیراتش هم در بیرون رقیق میشه، چون وقتی مثلا فرض کنید در همین جریان انتخابات وارد بشه مجبور از یه سری مواضع کنار بکشه، یه سری همچین سازش های این طرف اون طرف داشته بشه برای اینکه بتونه رأی اکثریت بیاره، بعضی با بعضی ها سازش های دیگری بکنه. یعنی هم خودش رو رقیق میکنه هم تأثیرش در بین اون دیگران رقیق خواهد شد. بنابراین اون یقین و یک دستی و انسجام گذشته ای رو که رهبرانشون رو در تئوری ارائه میدن، این خلاصه چیزی بیشتر از یک مقوله موقتی یا یک راه حل موقتی نخواهد بود، چون در عمل مخصوصا اگر به حکومت داشته. حالا در آخر میبینید اگر یکی از چیزهایی که این بنیادگراها رو در واقع از بین خواهد بود یا اثرشون رو کم خواهد کرد، اینی که اتفاقا قدرت به دستشون بیفته، چون وقتی که مجبور میشن از خیلی از مواضع قبل اعلام شده قبلی خودشون کوتاه بشینن و خودشون رو به مردم پذیرای اونها بشن. یکی از خطرات دیگری که یا مثلا پیشبینی هایی که درباره این پدیده بنیادگرایی میتونیم بکنیم اینه که یادتون هست گفتیم که بنیادگرایی در یک جامعه ایجاد میشه که حالت بحرانی داره و احساس سردرگمی و بلا تکلیفی در باره نورها و ارزش ها وجود داره. ولی این بنیادگرایان اتفاقا وقتی که میان بر سر کار یا وقتی که ظهور و بروز پیدا میکنن و میخوان نورهای جدیدی رو در جامعه جا بندازن، در این پروسه خودشون اتفاقا ایجاد سردرگمی و بلا تکلیفی بیشتری برای جامعه ایجاد می کنن.
و هی مجبورن مرتب خودشون رو هم توضیح بدن یا اینکه هم به زور به مردم بقبولن. یعنی این میدونید یه نوعی خودشون رو هی از درون استحاله میشن، یعنی خودشون یه نیروی علیه خودشون هم میشن چون نمیتونن در به صورت پایدار و موندنی باشن. بنابراین با بکار گرفتن سنت قدیمی و کهن در حل مشکلات جدید خودشون یه باعث سرگردونی شدن، سرگردون میشن مردم چون معیارهای گذشته نمیتونه مشکلات جدید رو حل بکنه و این همون چیزی رو که اینا میخواستن از بین ببرن تازه خودشون تشکیل کردن. اینا میخواستن بلا تکلیفی رو از بین ببرن، به مردم قطعیت و آرامش رو بخشن، خیال جمع یقین. اطلاقا الان این شیوه های کهن با این مسائل جدید اینقدر بلا تکلیفی ایجاد میکنه که ضد خودش میشه، آنتیتز خودش. تأثیرات بنیادگرایی همونطور که گفتم حداقلش اینه که در این تصور، در این تعامل گریزناپذیر از تصورات تصدیقات یا در اون کاگنیتیو بارگینینگی که با دنیای مدرن دارن کاهش پیدا میکنه و خلاصه کلام این که به ندرت شما میتونید یک جریانی رو پیدا بکنید که یک جریان 100% خالص فاندامنتالیست باشه. یعنی اصلا همچین پدیده وجود نخواهد داشت که یک جریانی 100% فاندامنتالیست خالص باشه، چون مرتب بایستی که در تعامل و در سازش و در زاد و ستد با این عوامل بیرونی باشه. شرط موفقیت یک جریان بنیادگرایی فقط به اون استواری های ایدئولوژیکش نیست، به دلیل همین محدودیت هایی که گفتیم و به دلیل محدودیت های محلی و بومی که در هر دین یا در هر فرقه یا در هر جامعه ممکن به وجود بیاد، این میزان موفقیت این جریان بنیادگرا تغییر پیدا خواهد کرد. من اینجا یک یا دو دلیل یه نکته دیگر رو هم عرض بکنم که غالبا همینجور که عرض کردم این فاندامنتالیسم یا بنیادگرایی در رابطه با چالش سنت مدرنیته دیده شده، ولی در بعضی از موارد میخوام عرض بکنم خدمت دوستان که به وجود آمدن این، مثلا این که میگم در چالش سنت مدرنیته بیشتر به کشورهای غیر غربی یا به کشورهای جهان سوم میتونه اطلاق بشه، چون معمولا در مقابل بنیادگرایی اون جریان های غربگرا قرار دارن، اون جریان های لیبرال قرار دارن یا جریان های سکولار قرار دارن. معمولا کلمه فاندامنتالیزم همیشه در مقابل وسترنیزیشن، در مقابل سکولاریزم، در مقابل پلورالیزم و این چیزها، حتی در مقابل کلونیالیزم به کار رفته، یعنی تاثیرات کلونیالیزم. ولی در بعضی از موارد مخصوصا در اون نسخه اصلی که در آمریکا بود، اینها اتفاقا بستر که یعنی خودشون قلب غرب بودن، اینجا اتفاقا این پدیده بنیادگرایی ظهور پیدا کرد به دلایل بیولوژی، به دلایل کلامی یا دکترین های اون دین. البته خب این خودش به نوعی تأثیر علم مدرن هست، ولی دیگه تأثیر وسترنیزیشن یا غربگرایی یا غرب‌زدگی نیست. اونجا اثر دکترین تکامل همونجور که خدمت شما عرض کردم و یا میلنیالیزم که بعدا شاید خدمت شما دوستان بگم، ایده معتقد هستن که حالا در هزار گرایی مثلا اگر ترجمهش بکنم و که وقت به بازگشت دوم مسیح در این زمین داره. یعنی بعضی وقتها این جریان های بنیادگرا به دلایل اجتماعی سیاسی ممکنه بروز بیشتری پیدا میکنم، بعضی وقتا به دلایل دکتری. این هفت نکته است که بدونیم. بعضی ها هم اتفاقا یه دید دیگه ای اصلا به این جریان های بنیادگرا دارن و میگن که نباید اینا رو اینقدر در چالش سنت و مدرنیته نگاه کرد، بلکه باید نگاه کرد که این بنیادگرایی در واقع عکس العملی به مدرنیسم نیست، بلکه عکس العملی به همون سنتی هست که اینها میخوان ابقا بکنن، برای اینکه اون سنت توانایی خودش رو از دست داده که بتونه خودش رو تحمیل بکنه یا سیطره و ساختار اجتماعی مردم داشته باشه. و بنابراین یک عکس العمل از درون سنت به خود سنته. ولی این حرف هم دوستان هم که توجه کنن خیلی با اون پارادایم چالش سنت و مدرنیسم تفاوتی نداره، چون اگر یک عکس العملی از درون خود سنت به خود سنت هم هست،
اون ایده که این اکسال هم بذارن ایجاد میکنن باید یه تفصیلی براشون حاصل شده باشه که این سنت دیگه کارایی نداره، در مقابل چی این سنت کارایی نداره. پس حتما اینا تفصیلی به یک دیگری پیدا کردن، تفصیلی به یک تحولاتی در بیرون پیدا کردن که در مقابل اون خواست دارن این سنت خودش رو احیا بکنه. من ظاهرا خیلی آدم فوتوجنی که نیستم، شما رو دارم دیگه ناامید میشدم. ببخشید. خواهش میکنم. خب حالا به همین دلایلی که گفتی میزان تاثیرات و آینده بنیادگرایی یکمی برای دوستان روشن‌تر شد، یک نکته دیگه اضافه بکنم در رابطه با تاثیر و آینده بنیادگرایی. ببینید با همه این سازش ها و پردازش های مختلفی که بنیادگرایی باید از ابعاد مختلف خودش بکنه تا خودش رو بتونه مقبول یک جامعه بکنه و در همین راسته ها خودش رو به سازش و نرمش و در واقع استحاله میکشونه، یک امر دیگه هستش که دنیای مدرن یک دنیای متکثره و بنیادگرایی رو به خوبی میدونه که این یکی در میان بقیه است و این امکان، یعنی همین که باز گفتم بنیادگرای پدیده ایست متعلق به دنیای مدرن، یک دلیل دیگرش هم همینه. اگر دنیای مدرنی نبود و تکثر رو نمی‌پذیرفت و به همه مهله ها ویستگیری اجازه نیست ظهور نمی‌داد، جایی هم برای بنیادگرایی نمی‌رسید و بنیادگرایی اینو خودش خوب میدونه که به عنوان یک جریان فعال در میان بقیه جریان ها هست، که خب این البته حاکی از عمق تکثر و پلورالیسم مدرن هستش و بنیادگرایی در این جریان ها وقتی که این سازش ها رو انجام میده ماندگاری و پایداریش منوط به رقابتی که با دیگر رقباش انجام میده. یعنی باز هم اجازه میدونید که اگر بخواد که بمونه و یکی در میان بقیه جریان ها هست باید خیلی خودش رو خوب ارائه میکنه و در این خوب ارائه کردن ها هست که اون بلاها سرش بیاد. در هر حال نکته‌ای که از این نتیجه میگیریم اینه که اگر هدف و حرف اصلی بنیادگرایی ابقا و تجدید حیات یک سنت مقدس و اصیل، باز اینا رو با خفیفی عرض میکنم، یک تجدید حیات یک سنت مقدس و اصیل، یعنی دست نخورده هستش، این دقیقا در عمل به معنای اینه که بنیادگرایی محصول به شکست باید باشه، چون هیچ سنت مقدس و اصیلی ازش باقی نخواهد بود، چون این چیزی که باقی میمونه ازش در این پروسه نه مقدسه، نه سنته، نه قداست دیگه ای داره و نه اصیل به اون معنا هستش و ظاهراً یک شیر بیال و دومونشگمی هست که فقط زرزور بردی از چیزهای دیگه که ترس و واهمه ایجاد میکنه، وگرنه در بنیان و از نظر تئوریک میبینی که چقدر ماهیتاً فرق. من شبت دیگه وقت دارم نهاری بخواه یه نیم ساعت دیگه مالیتو در واقع نصفه شده حرف من اینا. بیشتر من میخواستم بگم که چه رهیاتای به این پدیده میشه، چه چیزای کلی هستش و کجا رو باید دنباله هم. حالا خب این پدیده در این مطالعاتی که انجام شده از این چه چیزهایی حاصل با دوستان خواهد شد، من همینطور که عرض کردم خدمتتون فکر کردم به جای اینکه به نمونه های مختلفش بپردازیم که باز بعضی از جنبه ها نباشه، من اینجا یک خلاصه از اون ویژگی های پدیده فاندامنتالیزم که حاصل مطالعات مختلف هست اینجا امروز در اختیار دوستان قرار بدم و این محکی خواهد بود برای قضاوت های بعدی ما انشاءالله و یا سرنخی برای اونهای که اهل مطالعه و تحقیق هست. این ویژگی هایی که اینجا یا مشخصاتی که درباره بنیادگرایی اینجا میشمارم اینا مشخصاتی هستن که لزوماً بی‌بدیل نیستن، یعنی مشخصات ویژه ولی نه لزوماً بی‌بدیل نسبت های بنیادگرایی. این معنی که بعضی از جریان های دیگه مثل محافظه‌کار یا سنت‌گرا یا هرچی ممکنه یک تشابهاتی
یا بعضی از این مشخصات در اون جریان ها هم وجود داشته باشه. یعنی این مشخصات خاص همچین بی‌بدیل و یونیک برای فاندامنتالیسم نیست، ولی در حال باید این شرایط جمع باشه. تا یکی دیگه همین این که این شرایط اینطور که میشماریم اینجا خدمت دوستان، نباید هم همه اینها در یک نهضت وجود داشته باشه و هم این که اگر دو تا نهضت فاندامنتالیسم مثل اسلام و مسیحیت یا یهودیت یا هندو هرچی داریم مثلا پایبندیش به نفس متن مقدس نباید دقیقا در اون یکی هم وجود داشته باشه به صورت کمالیش، و اینجا الفاظ هستش که این رو تعیین کنیم. این مشخصات در به دست دادن تعریف برای این پدیده به نحو تکوینی و پدیدارشناسانه به دست آمده، یعنی محققان این تعریفات رو و این اصول رو از مطالعه پدیده های فاندامنتالیسم و بنیادگرایی که وجود داشته اینها رو گرفتن و برای ما تبیین کردن. یعنی چیزی وجود نداشته در یک جایی که با تعریف مشخصی باشه، این مشخصات رو به نحو تکوینی و پدیدارشناسانه مطالعه کردن و درستان. مشخصه اول اینه که برای اینکه بتونه یه جریانی بنیادگرا گفته بشه، باید این جریان از یه سنتی ریشه‌دار و سابقه دار بیاد. این البته در ایران یا در کانتکست مسلمانی خیلی معنی نداره، ولی چون در غرب یک کالت ها و یا یک نهضت ها یا نهله های شبه مذهبی به وجود میاد که بعضی از این مشخصات رو دارن، نمیشه اونها رو فاندامنتالیسم. باید از یک سنتی بیاد که اون سنت ریشه‌دار و سابقه تاریخی داشته باشه. در فرهنگ این سنت و در چارچوبه این سنت باید یک هسته اصلی و تقریبا دست نخورده ای در یک زمان بعیدی یا در جایی که اونا اصل میکننش وجود داشته باشه که حداقل عده‌ای از طرفداران این فرهنگ معتقد باشند یا احساس بکنند که یک گذشته یا یک هسته اصلی دست نخورده آبا و اجدادی براشون وجود داره. وقتی این فرهنگ سنتی مردم در این فرهنگ این احساس رو بکنند، نه ببخشید این جمله آخر رو تصحیح میکنم، این وقتی مردمش رو نباید بگم، وقتی این فرهنگ سنتی احساس بکنه، یعنی اون حده اصلی احساس بکنه که دیگه به حال خودش وابسته نیست و چیزی یا دیگرانی یا از بیرون یا از درون دارن دست به تصرفاتی درش انجام میدن یا یک اتفاقاتی داره درش انجام میگیره، اون وقت هست که یک نهضت فاندامنتالیسمی شروع میشه. یعنی اون اولین تفکر هایی که خدمت شما عرض کردم، یعنی اون نقطه‌ای که اون هسته اصلی یا اون فرهنگ یا اون ادهی که به این هسته اصلی معتقدن بتونن تمیز بدن بین دیگری، یعنی کوتن خود این قادری که گفته میشه، بتونن تمیز بدن بین یک گذشته اصل و خالص و یک وجود غیر خالص ناخالص و دخل. عنصر دوم که باز همه این عناصر با هم دیگه رفت دارن، وقتی که یه همچین حرفی هست و همچین چیزی هستش، احساس همگیر ولی نامشخص و نامعین ترس و تهدید و خطره. یعنی مردم احساس میکنن که اون دنیای خوب گذشتهشون، اون هسته اصلی پیورشون، دست نخوردهشون مورد تهدید واقع شده از بیرون. میتونه مثلا نیروهای مدرنیست باشه، نیروهای دستنیزیشن باشه، نیروهای تهاجم فرهنگی باشه که اینا معمولا همون نیروهای سکولار و لیبرال هستن، یا اینکه میتونه این تهدید خطر از بیرون باشه. تهدید خطر از بیرون توسط افرادی انجام میشه که ظاهرا همون اسم رو دارن. مثلا در یه جامعه مسلمانی اگر یک همچین نهضتی هستش، خب همه اسمان مسلمان هستن، ولی بعضی مسلمان ها به اطلاق و در درک این بنیادگرایان مانند یک اسیدی هستن که از درون اون معیارهای دینی و اصیل رو و اون هسته اصلی رو میخورن و از بینش میبرن. اون افراد اونایی هستن که مدرن شدن به اصطلاح، یا مثلا مسلمان های لیبرال هستن یا یهودیانی هستن که مدرن شدن. فرض بفرمایید این نیروهای درونی رو بهشون نیروهای چالشگر میگن در درون سنت،
مثلا کسی که بیاد یا نیروهایی که بیان تفسیرهای جدیدی از اون متن مقدس بدن یا از اون تفسیر اتوریتی اولیه دینی بدن، اینها نیروی چالشگری هست. در رابطه با شماره دو، عنصر شماره سه به دست میاد که در میان جمعیت وقتی که این احساس ناراحتی و مخصوصاً ترس از استحاله و فروپاشیدن هویت وجود داره، یعنی بحران هویت داره به وجود میاد براشون و ترس دارن از اینکه هویت خالص خودشون از دست بدن. در این میان نیاز به یک رهبری و یک اتوریته احساس میکنن و میخوام که اون اتوریته و یا اون رهبری این نیروهای چالشگر رو با اسم‌گذاری بشناسونه به مردم. و اینجاست که یک اتوریته یا حالا یا رهبری هر چیزی هستش شروع میکنه برای حفظ و محافظت هویت اون جمعی که متعلق به اون هسته اصلی هستن یا برای هویت اون هسته اصلی دیگنیتور بشه و مشخص بکنه که این افرادی که تهدیدگر هستن یا این چالشگران رو مثلا اسمشون رو میذارن مرتد، میذارن کافر، میذارن اومانیست، میذارن سکولار، میذارن لیبرال، میذارن ویشواشی یا میجوری مثلا یک کمی دوکوار من یه ذره مسلمان هم یه ذره نیستن یه ذره چی هستن یا زندیقن یا مثلا هر چی دیگه که دوست داشته باشه. خب اینم پس یه کاریه که اینها میکنن و یه مشخصه شون اینه. یک مشخصه دیگه این چهارم اینه که وقتی احساس تعلق به یک فرهنگ اصیل گذشته و هویت آفرین موجود بود، احساس خطر و تهدید برای از بین رفتن اونم فراهم اومد، حالا باید چه کار کرد؟ باید دست به کار شد. نمیتونیم همطور بشینیم و بگیم که خب این اتفاقات افتاده. اگر همین تفتون هم انجام بشه ولی کاری نکنه، اون هنوز یه نهضت فاندامنتالیست نیست، اون فقط یه تفتونی حاصل کرد. نهضت فاندامنتالیست یک مشخصش اکتیویزه میشه و اینه که باید عکس العمل نشون بده، باید وارد میدون بشه. اگر دست به عمل نزنه، غیر از یه نیروی محافظه‌کار سنتی چیزی نیست. نیروی محافظه‌کار سنتی لزوما نیروی فاندامنتالیست نیست. بنابراین یک جمعیت بنیادگرا یا فاندامنتالیست باید توأم با فعالیت باشه، حرکات عکس العملی بده، مقابله‌گری بکنه، دفاع بکنه، حتی عملیات انتقام جویانه انجام بده. و بنابراین به طور خلاصه بگم اکتیویزم یک عنصر مقوم بنیادگرایی است و وگرنه اون فقط یک جریان سنتی محافظه است. پنجمین از یا مشخصه ویژگی برای این هست مربوط به همون باز اولی میشه، برای دست مربوط به شماره چهار میشه، برای دست زدن به عمل لازمه که سعی و دفاع باید یک تعریفی از اصول و غیر اصول وجود داشته باشه. تعریف از اون مرامی که ما میخواییم ازش دفاع کنیم، این چیزی که به خطر افتاده، بیاییم این برای ما تبیین کنیم، بگیم چه چیزی به خطر افتاده که من باید به خاطرش وارد عمل بشم و ازش دفاع بکنم. اون وقت اینجا هستش که اون رهبران این اتوریته ها باید بیان این اصول رو از غیر اصول جدا بکنن و تبدیل بکنن، این فاندامنتال ها رو از نان فاندامنتال جدا بکنن. معمولا بنیادگرایان فکر میکنن که یا درباره اونا اینطور فکر میشه که اونا خواهان یک گذشته هستن به صورت فلعی، به صورت بسته، یعنی پکیج دیل دارن، دیدگاه پکیج دیل نسبت به گذشته و فکر میکنن یه سنت رو همه شو میخوان بیارن پیاده بکنن. اتفاقا اینجور نیست، اونا خیلی سلکتیون، اونا خیلی انتخابگرن، همه اون چیزی که مربوط به گذشته هست رو نمیخوان بیارن پیاده کنن. بنابراین در این تبدیل اصول از غیر اصول، اینها دست به انتخاب میزنن و بعضی از اون اصول و عناصر گذشته و اون پکیج و بسته سنت گذشته رو برجسته میکنن به عنوان اصولشون و بر اینها پافشاری میکنن. بنابراین باز اینم یکی میبینید که اتفاقا خیلی مدرنن در این کار و سنتی نخواهند بود. مثلا خدمت شما عرض بکنم که در این انتخابگری از عناصر گذشته که اون رو نماد کل آیین ارائه میدن و نماد کل هویتشون نشون میدن، برای شما مثلا چند تا مثال بزنم و میبینید که اتفاقا خیلی وقتا فرع به جای اصل میشینه ولی در زبان اونها این اصل.
مثلا در اگر در بنیادگرایی شیعه نگاه بکنیم، مثلا برجسته کردن عاشورا و قیام امام حسین به عنوان یک اصل و نادیده گرفتن سنت 11 امام دیگه. یعنی شما وقتی به دیسکورس به گفتمان این ایدئولوژی تشیع یا بنیادگرایی تشیع نگاه بکنید، می‌بینید که مثلا این یکی از اصول اصل جهاد و شهادت یا مثلا یکی از اون اصولهای گذشته. ببینید از گذشته چیزهای انتخاب میشه که بنیان است. یا مثلا در بنیادگرایی کاتولیک هیچ پافشاری و اصول اساسی مذهب نیست. یعنی شما فکر می‌کنید که بنیادگرایی کاتولیک حتما بایستی که در دفاع از اصول مقدس مثلا تثلیث و مسیح تجسد خداوند بودن، یعنی بیاد که اون بحث دکترینیش به اون کریستالوجی برمیگرده که در اون صده های اولیه در اون کلیساها ها و بالاخره با کنفرانس های تبیین کردن این رابطه سئوگمیل پدر پسر و روح القدس رو، و بالاخره یکی از اینها رو کلیسای کاتولیک به عنوان اصل قبول داره. شما فکر میکنید اصولگرایی کاتولیک باید در دفاع از این اصول به پا بخیزه؟ یا مثلا اون رهبرانشون بیان دوباره بگن اینا اتفاقا برعکس. حالا شما ببینید که بنیادگرایان کاتولیک مثلا تاکیدشون در مقابل غیر بنیادگرایان کاتولیک، در مقابل بقیه کاتولیک ها، تاکیدشون بر اینه که اون مراسمی که در کلیسا دارن باید به زبان لاتین انجام بشه، یعنی لاتین مس رو قبول دارن، و اینا برمیگرده به اون جریانات اصلاح گرایانه که در واتیکان دوم در کلیسای کاتولیک اتفاق افتاد و گفتن که از این به بعد شما میتونید بخش هایی از این مراسم روزهای یکشنبه رو مس رو به صورت به زبان محلی انجام بدید و همش لازم نیست به زبان لاتین باشه. ولی فاندامنتالیست ها بنیادگرایان کاتولیک اتفاقا معتقدن که اینجوری دیگه این کاتولیسیزم نیست، این دیگه مذهب کاتولیک نیست که مسش باید به زبان اردو مثلا انجام بشه، یعنی یه بخشش به زبان فارسی بشه یه بخشش به زبان لاتین باشه. همون که قبل از واتیکان دو کنسیل واتیکان دو بود، اون مثلا کاتولیک اصل هست. میدونید اصل رو، فاندامنتال رو، که یک چیزی که اتفاقا در دنیای مدرن اتفاق افتاده یا در تقابل با اون اتفاق افتاده، یا اصل مذهبشون نیست، یا مثلا در سر مخالفتشون با کشیش شدن زنان. خب کاتولیک های فاندامنتالیست های کاتولیک اونایی هستن که پافشاری میکنن، مثلا من همین شکایت خدمت رو مرز بکنم، بعد اینکه اون مسئله باید به زبان لاتین انجام بشه، اون مراسم باید به زبان لاتین باشه، زنان نمیتونن کشیش بشن، کشیشان حق ازدواج اصلا ندارن و نمیشه بهشون حق انتخاب بدید، و یا حتی مثلا در مسائل بهداشتی یا نوین مثلا مخالفت میکنن با طرق غیر طبیعی پیشگیری از بارداری برای کنترل جمعیت، و در پافشاری میکنن به همون چیزهایی که کلیسای کاتولیک قبل از این واتیکان دو 1964 حتی اگر اشتباه نکنم اجازه داده. پروتستان ها مثلا فاندامنتالیست های پروتستان فکر میکنید به سر چی پافشاری میکنن؟ شما میبینید که پروتستانتیزم در خودش رو از بدنه کاتولیک و کاتولیسیزم جدا کرد. اختلافشون بر سر خیلی چیزها بود، از جمله همین آیین عشای ربانی که کاتولیک ها معتقد هستن وقتی اون نان و شراب رو تقسیم می کنن در بین اون شرکت کنندگان در آیین، ترانسابستانسییشن انجام میشه، یعنی وجود، یعنی این نان و شراب واقعا به صورت تحت لفظی واقعا تبدیل به خون و گوشت مسیح میشه. این ترانسابستانسییشن، یعنی معتقدن که در یک لحظه از این خود با خاطر اون تحولات متافیزیکی که اتفاق میفته این ترانسابستانسییشن انجام میشه، و برای همین خوردن اون نان شراب مقدسه و نباید بهش دست بزنن و همه کس نمیتونه بخوره یا هرچی یا هرچی. پروتستان ها معتقد بودن که نه، این لفظ یا این انجام، این عمل به این صورت تحت لفظی انجام نمیشه، بلکه در طول اجرای این عشای ربانی اون حضرت مسیح یا اون هولی اسپیریت به صورت خاصی در یه لحظه به خصوص در اون مراسم حاضر میشه و این مراسم بلس میشه و تبرک میشه و
و مردم مثلا اون حظ روحانی رو که باید ببرن از خوردن این میبرن. یکیش مثلا این شما فکر میکنید فاندامنتالیست های پروتستان سر این مسئله بحث دارن؟ نه خیلی. شما میدونید که پروتستان ها اتفاقا یکی از اصولی که علیه کلیسای کاتولیک شوریدن این بود که اجازه بدید که کتاب انجیل و تورات به زبانهای مختلف ترجمه بشه و اجازه بدید که همه دسترسی به اون کتاب داشته باشند و اجازه بدید که همه حق تفسیر و فهم این کتاب داشته باشند. تفسیر و فهم این فقط در انحصار روحانیون کاتولیک نباشه. ببینید در نقش پروتستانتیسم یک جریان تکثرگرا حداقل از قرائت‌های مختلف دینی بود. ولی الان اینطور نیست. فاندامنتالیست‌های پروتستان اتفاقا معتقدند که نباید فهم‌های مختلفی وجود داشته باشه. بایستی که متن انجیل به صورت تحت لفظی همونطوری که فهمیده میشه، یعنی لیترال اندرستندینگ از اون باید به وجود بیاد. بنابراین این که از مفصل بکنم در این اصل پنجم برای اینکه بنیادگرایان یک جایی میرسن که مجبورن اصول رو از غیر اصول تبدیل بکنن. وقت شما میبینید که اون اصولشون لزوما اون اصول اولیه سنت دینی خودشون نیست، اتفاقا یک اصولی هستش که در طول پروسه تاریخ سنت خودشون فرع واقع میشده، نه اون اصول دکترینی اولیه خودشون بوده. بله اینا با بیبلیکال کریتیسیزم مخالفن. پروتستان ها فاندامنتالیست های پروتستان اجازه نمیدن که نقد بشه و کتاب انجیل یک کتاب تاریخی به حساب نیاد و خواهشاری میکنن بر این که قبلا عرض کردم خدمت شما بر اصل خطا ناپذیری و مبرا بودن از خطای انجیل خواهشاری میکنن و با مثلا یکی از مقولات دیگرشون هم همین هست که علیه تئوری تکامل 100% خواهشاری میکنن و اون نقدی رو که انجیل و تورات داره در خلقت اون رو میپذیرن و بنابراین اگر کسی با تئوری فاندم اِوولوشن مخالفت بکنه با تکامل، این اگر توافق بکنه جزء پروتستان ها فاندامنتالیست های پروتستان واقع نیست. شماره 6 از این چند اصل و مخصوصا اصل آخر یه اصل دیگری پیدا میشه که بنیادگرایان در پی یک تعیین مرجع هستن، چون باید مرجع کسی باشه، یا حالا اینجا مرجع هم میتونه یه فرد باشه، هم میتونه یک متن باشه، هم میتونه یه داستان کهنی باشه، یا میتونه یه واقعی باشه. و این بدون این مرجع، یعنی چرا این مرجع رو لازم دارن؟ برای اینکه بدون این مرجع غیر ممکنه که بشه انسجام و وحدت گروه رو حفظ بکنن و باید دائما این اصول در مقابل اون مرجع چک بشه. کاتولیک ها مثلا مرجعیتشون این پیپال اینفالیبیلیتی هست، یعنی معصومیت پاپ. پاپ در کلیسای کاتولیک مخصوصا بعد از همون جریان واتیکان دو اینا اینو دوباره به عنوان یک اصل کاتولیک تبیین و تایید کردن که نهاد دستگاه کلیسا و که شخص اولش پاپ هست اشتباه نمی کنه در تفسیر، یعنی در مقابل انجیل اونها اتوریته و مرجع رو شخص پاپ و دستگاه کلیسا هم دونستن که حالا ایشه هاش هم برمیگردونن به سنت خودشونه. پروتستان ها بنیادگران پروتستان مرجعشون خود نفسه، همون متن انجیله. مسلمان ها براشون متن قرآن و سیره پیامبر برای تشیع و گفتار ائمه و سیره ائمه هستش. در بنیادگرانی یهود خب البته تمام وقایعی که در تورات آمده و مخصوصا اون واقعی کهن تاریخی که شاید بیشتر یک متافیزیک در مقابل این سلسوبای اینجا یک متن اساطیری یا یک واقعی اساطیری است که خداوند اساطیر هم به اعتقاد میکنن و شما معتقدی که خداوند به حضرت ابراهیم قول داد که من این سرزمین رو به فرزندان تو خواهم بخشید، یعنی اون قولی که خداوند به حضرت ابراهیم داده و اون قوم اسرائیل بنی اسرائیل رو هم به صورت قوم برتر و قوم منتخب خودش انتخاب کرده.
این واقعه تاریخی هم مثلا مرجع و بنیان بنیادگرایی یهود میشه که اونها حالا میبینید بنیادگرایی بس ببینید حالا همینجا در حال این وسط هم اون حرف هم بگم که این مثال هم تبیین بشه. گفتم براتون بعضی از بنیادگرایی ها محصوص به دکترین ها هستن مثل همین بنیادگرایی پروتستان، بعضی هاشون مثلا وفایی سیاسی اجتماعی هستن و بعضی هاش ایشون هم باز هم دیگری هم دکترینی هم سیاسی اجتماعی مخلوطی. این بنیادگرایی یهودی میبینید که بنیادگرایی محصوص به این واقعه تاریخی بیبلیکال استوری هست، داستان انجیلی، و الان با تأسیس دولت اسرائیل و برگشت این یهودیان به این سرزمین موعود، اتفاقا الانه که این جریان بنیادگرایی در این اصلا مورد شکل میگیره و اینا به هیچ وجه حاضر نیستن که این سرزمین ها ترک بکنن و جریان های بنیادگراشون مدقرن که این حق مسلم و خداوند ما گفته بوده اگر خلاف این بکنید شما فاسق و کافر هستید و این بنیادگرایان یهودی خودشون الان در تقابل و در ستیز با دولت اسرائیل هستن، با دولتی که از نظر اونها سکولار، دین کافر، همون اون اسیدی که از درون داره یهودیت رو میخوره میبره و سازش میکنه و خیانت میکنه به آیین یهود. و شما میبینید که مثلا اون کسی که میره به نخل دین رو ترور میکنه دقیقا از همین افراد فاندامنتالیست یهودی هست و اون رو ترورش میکنه چون خون به نخل دین بر اون واجب میشه به خاطر سازشگری که رفته بود با عرب صلح کرده بود. یعنی شما ببینید این پترن ها، این الگوها چقدر تشابه داره در این ادیان، حالا به خاطر اینکه از همین اصول ها میاد. هفتمین عنصر یا مشخصه پافشاری بر این اصول، حالا چه دکترینی باشه چه عملی باشه چه فرهنگی و رفتاری باشه، و این اصل آمیخته با اون اصل توأم با عمل و فعالیتی که بنیادگرایان دارن، اینا دست به یک عملیاتی میزنن اتفاقا آگاهانه این کار میکنن، عملیاتی که چطوری بگم خلاف نرم به این معنایی که دهشتناکه، یک عملی که یک فاجعه است یا یک چیزیه که اینقدر از فرط فاجعه بودنش در از دید بقیه جامعه یا به خندهشون وامی داره استهزا میکنن اون عمل رو و مسخره میکنن، یا اینکه انگشت ترس و عزت به دهن میگیرن و خودشون رو سعی میکنن از این عملیات مبرا بکنن و کنار بزنن. این کارو خیلی آمدانه هم انجام میدن. اینا در تئوری های جامعه شناسانه، حالا یه بحث دیگه هست که من اینا رو سعی کردم به هم بیاریزن اینجا. اگر نه اتفاقا از پدیده جامعه شناسی بنیادگرایانشون خودشون رو ایزوله میکنن و یک جزیره آنکلیوی میبینن، یک جمع محدودی که از همه طرف داره بهشون فشار میاد، همه کار رو میکنن همین که افراد رو در درون خودشون نگه دارن، همین که خودشون رو از اینا جدا و جداتر بکنن. یکی از اون امایی که بهشون وصل میشن دست دادن به این همچین کارهایی هستش. مثلا در همه ادیان مختلف هم وجود داره این کار رو میکنن برای تعیین مرز بین خودی و غیر خودی. یعنی یکی از فوایدی که داره، اگر بگم فایده یا پیامی که از این عملیات دهشتناک ایجاد میشه، یه پیام برای خودی ها، یعنی اینکه ما این کارهای بزرگ رو تجربه رو میتونیم انجام بدیم و شما اگر دوست دارید اگر هستیم با ما که باید اینو تایید بکنیم. یک پیام هم برای بیرونی ها داره که شما من دوست ندارید و خوشتون نمیاد، در واقع شما جز ماها هم نیستید و خیلی چیزهای دیگه هم البته میتونه در این میان باشه. در واقع به قول از این جامعه شناسان و مطالعه‌گران اسکندل ایجاد میکنن و این اسکندل به خاطر اینه که یه ذره در داخل جرگه نگه دارن یه ذره بیرون جرگه تعیین مرد هستش. این وازدگی و دلزدگی تو همه با ترس و حیرت و یا بعضی وقتا استهزایی که هستش مثلا در مدل های مختلف میشه، مثلا این کاتولیک ها یا حتی پروتستان هایی که دست به کشتن دکتر هایی میزنن که در کلینیک های سپه جنین فعالیت میکنن. هر روز شما میبینید اونجا در تلویزیون های یه دهی هستن که میرن جلوی این کلینیک هایی که در اونجا ابورشن یا سپه جنین آزاد هست، اینا تظاهرات میکنن، اجتماعات میکنن، کارهای تهدیدآمیز میکنن و حتی بعضی وقتها هم دکترها یا رئیس اون کلینیک رو به قتل میرسونن، یعنی قانون رو به دست خودشون میگیرن و اون رو محروم الدم اعلام میکنن و تقریبا میکشنش. خب مردم مثلا از این حالت وحشت زده میشن.
نه اینکه لزوماً تایید بکنن سفت جنین رو، ولی از این عملی که میرن دکتر رو میکشن هم مردم چی میشه؟ احساس ترس و وحشت درشون ایجاد میشه. یا اینکه بعضی وقتها مثلا در مثال هایی که هست و در خیلی تابلو میشه اتفاقا در مطبوعات، سنگسار کردن مثلا زنان یا مردانی که در اساس شریعت اسلام اینها باید مجرم شناخته شدن، باید سنگسار میشن. اون نحوه کشتن اون مجرم یک حالت دلزدگی و ترسی ایجاد میکنه، برای ولی اینا این کار انجام میدن به دلیل اینکه اون مرجع، اون آتوریته، اون تکست مقدس بهشون این اجازه ها رو بده. یا مثلا همین یهودیانی که عرض کردن خدمت شما، اینا به هیچ وجه حاضر نیستن از این سرزمین ها بیرون برن. حتی مثلا اون سرزمین هایی که الان دولت اسرائیل واگذار کرده در مواهدات صلحی که انجام داده بر اساس قرارداد بر اساس خود، این شهرک هایی که رفتن این یهودی ها گرفتن و ساختن و توش نشستن، بعضی جا هست که شما ببینید مثلا 70 تا خانواده هستن یا در مجموع حتی نگاه 2500 نفر هم نمیشن، ولی باید 3000 تا 6000 افسر و سرباز دولت اسرائیل از این 70 تا خانواده محافظت بکنن، برای اینکه اینا به هیچ وجه حاضر نیستن این زمین رو ترک کنن. میگن دولت ما به ما میگه شما از اینجا برید، این خیانت کرده به آیین یهود، ما نمیخوایم خیانت بکنیم و تو هم موظفی که از ما محافظت بکنی در مقابل حملاتی که مثلا عرب و فلسطینی ها به ما انجام دهد. و بعد اینا رو دولت سربازا باید آخر سر مجبور میشن که به صورت چش و واکش اینجوری بکشن و با ماشین و گلزر و زور و خونه هاشون خراب بکنن و ببرن. و شما میبینی آیرونی اینجوریست که دولت مذهبی اسرائیل خودش باید علیه این مذهبیون به این نحو عمل بکنه که یعنی تا اینجا خب این یه عملیه که در چشم بعضی ها خنده‌داره و استهزا آمیزه، ولی انجام میده. هشتمین عنصر این هست که بنیادگرایان ضد ابهام و ایمان هستن. اونها برای اونها همه چیز خیلی روشن باید باشه، یعنی بلک اند وایت، سیاه و سفید، این منطقه خاکسترینی وسط وجود نداره، چه در عمل چه در نظر، در جهان دینی کلی اونها، در ماهیت افرادی که اونها در خودشون دارن، کسی نمیشه این وسط باشه، یعنی یه پا این طرف باشی یه پا اون طرف باشی بینا بین باشی، نه هیچی نیستی غیر از سازشکار. در این جهان دینی دوگانه مانوی جهان به دو قطب خیر و شر تقسیم میشه، شر در مقابل خیر، مسیح در مقابل ضد مسیح، شیطان در مقابل خداونده. و چیزی که این وسط هستش، حالا مخصوصا در مورد افرادشون یا جهان بینی یا هر چیزی که میخواید تئوری یا نظریه هر چیزی که معتقد هستی، مذبذب و مردد و سازش و سازشکاری نداریم این وسط، بلکه سازش و سازشکار و مردد بودن این دشمن بودن و بیرون از این جرگه قرار میگه. معمولا هم میگن افرادی که این وسط هستن و بینابین هستن بهشون تحصیلهای ماورایی میکنن، میگن شما ها در یک منجلابی آخر قرص خواهید شد، که حالا این منجلاب در بسیاره هست و معظم دین ها تعریف خودش رو یعنی مصداق خودش رو پیدا میکنه. نهمین اصل این که منشعب از اصل بالا و در همین راستا میشه اینه که به دنبال این تقسیم بندی متافیزیکی بین نیک و بد و خیر و شر یک تقسیم بندی عملی هم انجام میشه، و اون وقتی هستش که از طریق ساختن یک تشکیلات و عضوگیری انجام میشه. بنیادگرایان معمولا برای مشخص شدن این مرزبندی های بیرونی بین خودی و غیر خودی یا بین عضو و غیر عضو یا به یک عناصر قوی که اونها رو به هم ربط میده مثل عناصر قومی، بومی، کشاوندی تکیه میکنن، یا اینکه در بیشتر موارد یک دعوت عام دارن و شمولتر هستن، یک حدودهای به خصوصی رو به افرادشون یا القا میکنن یا ازشون انتظار دارن که اونطوری رفتار بکنن. این کدها میتونه در قالب پوشیدن لباس باشه یا پوشیدن حتی بچه‌هایی که علاماتی باشه که نشانگر عضویت این افراد باشه. حالا در وضع ظاهر وقتی میگم پوشش به صورت کلی، مثلا حجاب گذاشتن یا ریش گذاشتن یا طرز خاصی لباس پوشیدن میتونه این علامت رو القا بکنه، میتونه در الفاظ باشه، معمولا در رفتارهای کد ورد وجود داره،
رفتار کدوار هست. مثلا حالا من این بگم باز نمیگم همه، یادتون باشه اول گفتم همه اینا ممکنه در بعضی از جریان ها یا افراد مشابه باشه، ولی لزوما کسی داشتن یکی از اینها کسی رو مثلا بنیادگرا نمی کنه. مثلا یکی از این کدوارها در بین مسلمان های این چیز هست، همون خواهر و برادر است که مثلا جدا میکنن. شما دیگه از این مسلمان همینجوری نمیشونید قبل از اون زندگی خواهر برادر اینها، و اینا خیلی وقتا اتفاقا اصرار دارن که اینها رو مشخص بکنن و اصلا میخوان که همین رفت رو داشته باشید. این حالا برای که این چیزم بگم که بخندیم، یه دفعه یادم میاد که سالهای اولی که من رفته بودم کانادا و در بین اون دانشجویان اون سالهای اول خیلی هم دانشجویان متعهد مکتبی که با بورس‌های دولتی هم آمده باشن کم بود. بنده البته هیچ وقت بورسیه نبودم، اینو حالا بگم فکر نکنید، ولی کم بودن. در منظورم اینه که متعهد بودن، یعنی که سپاس بوش بگیره باید از یک تعهدش تصدیق شده بود، ولی بعضی‌ها دیگه خیلی اولترا متعهد بودن. یادم میاد که رفته بودیم توی خیابون و همون روزهای اولی هم بود، دو ماهای اول، و یه استاد ایرانی توی خیابون می‌رفتیم و یک دانشجوی خیلی متعهدی به ما رسید از میان ایرانیان، و این استاد محترم ایرانی که جای پدر هر دوی ما هم بود، خب طبیعتا میخواست که ما رو به هم معرفی بکنه، و اون آقا حالا اون استاد رو میشناخت، سلام علیک خیلی خوبی با این استاد کرده اینها. بعد وقتی من معرفی شدم وقت میخواست به من حالا سلام علیک بگه، اولا که ما اگه ده دفعه بگه سلام که کسی نمیشنوه، بعد وقتی که میخواست با من مثلا سلام علیکی بکنه اینها، باور بکنید اگر به اندازه 180 به اندازه 90 درجه چرخید و دو خواهر سلام کردم. و این هیچ وقت از یاد من نمیده که مثلا اینقدر دیگه در این خواهر برادر گفتن ها و در این طرز رفتار پافشاری انجام بشه که مشخص بکنه حد و مرز رو، یعنی تو یا خوشت میاد و تو هم خوشت میکنی به من و میگی برادر سلام علیکم، و وقت از آن ما خواهی شد، یعنی یک اولی سیگنال هایی که به هم زده میشه در رفتار اجتماعی معمولا اینجوری هست. حالا مسیحی هم برای خودشون از این الفاظ دارن، God bless you, God be with you، از این حرف ها. در هر حال این علامت ها مشخص میکنه که اعضا هم دیگر رو تشخیص بدن و در ذهن با دیگران هم احساس تفاوت بکنن. خب طبیعتا وقتی که شما از این فرد یک همچین فرخودی رو میبینید دیگه انتظار ندارید که، یعنی فوری دستبندی میکنه دیگه تو ذهنتون، اینا تفسیرات هست. اگرم در یک پیپای بزرگتری صحبت میکنن این گروه ها که خب القابی برای خودشون دارن، مثلا حزب الله ما داریم برای در بین مسلمان ها مثلا داریم، یا مورال مجاریتی در بین بنیادگرایان پروتستان آمریکایی داریم، یا در بین یهودیان The Chosen People به خودشون میگن قوم منتخب خداوند، یعنی در اون پیپ وقتیترش هم افراد بزرگتری خودشون میگن. این کار سبب میشه یه فاصله، یه سپیس ایجاد میشه. باز در این سپیس یا در این فاصله هم درونی هست هم بیرونی، هم اونا رو دیگران رو بیرون نگم برم. من یه خیلی چیزای دیگه هم اینجا باید بگم که میشورم اصل دهم اینه که بنیادگرایی بالقوه یا بالقوه و یا در عمل ستیزه جو هستش. در ابتدا وقتی که اون احساس تهدید رو میکنه، اولین کلماتون وقتی به این لیستشرا مراجعه میکنه، خیلی جالبه، یه یهودی مثلا در که اون موقع که در این گتوهاش اروپا زندگی میکردن، یه نویسنده مینویسه آخر قرن 19 اینها که ما در اگزایل زندگی میکنیم، در تبعید، یعنی در میان قوم یهود در تبعید زندگی میکنیم. یعنی مؤمنینی که در میان مؤمنین در جامعه مؤمنین خودشون احساس تبعید و غربت میکنن، یا قربتی که در میان خودشون احساس میکنن اینها، این اولین اون جریان اون احساس هایی که بهشون دست میده معمولا یک سیاستشون سیاست کنارگیریه. ولی بعد از یک مدتی وقتی که اون اصول تبدیل شد و روی تکیه کردن مرجع پیدا کردن، این لوازم تبدیل رو کردن برای مشخص کردن و قدرت گرفتن، وقت سیاستشون تبدیل به سیاست ستیز جویانه میشه، یعنی از پسیویزم به اکتیویزم روی میارن، و دوست این فعالیت و فعال بودن یکی از مشخصات اینها، یعنی از حالت انفعال به حالت فعل در میان. این حالت فعالیت لزوماً عرض میکنم و تاکید میکنم نباید حتما اعمال تروریستی یا خشونت بار باشه، بلکه به شیوه های مسالمت آمیز و مدرن
همون انتخابات که عرض کردم مثالش براتون هست، به صورت لابی کردن، چک و چونه زدن و بعد اون رأی دادن و گرفتن از گروه های در ساختارهای قدرت میشه، استفاده از یا نفوذ کردن در تغییر قوانین میشه حتی، و استفاده کردن از حق و حقوق خودشون بر اساس همون قوانین سکولار اساسی میشه، مثلا استفاده کردن از اجتماعات برای بیان خودشون، استفاده کردن از مطبوعات، حق خودشون میدونن. تو دولت من دیگه حق نداری ولو من حرف ناجورم بزنم، شما دولت سکولار حق نداری روزنامه منو ببندی که توش تمام این چیزها رو میگم و افراد رو تشویق میکنم به روز رو میشه، چون من هم حق دارم که در این آزادی مطبوعات اجازه عقیده بکنم. آخرین اصل به فلسفه تاریخ بنیادگرایان تعلق داره. خب حالا اینا همه مال کارهایی بود که میکردن، اینا چه فلسفه تاریخی دارن؟ اینا فلسفه تاریخشون یه فلسفه تاریخ جامع و کامله، به این معنا که به قول عامیانه میگیم مثل اینکه دو بار در این دنیا آمدن و رفتن، نگاهشون به آینده، یعنی برخوردشون با آینده همون برخوردی است که با گذشته دارن، یعنی اینقدر آینده‌ای که بهش قول میدن که در آینده خواهیم رسید اینقدر در نظرشون قطعی و روشنه، مثل اینکه آینده یک بار اتفاق افتاده همونطوری که گذشتهشون اتفاق افتاده، و این در مقابل اون آینده هست که همه این اوضاع رو میسنجن و وضع خودشون. معمولا این نهضت‌های بنیادگرا همشون معطوف به یک آینده یا یک فلسفه تاریخی هستن که منتظر یک منجی موعودن، یعنی مسیانیک هستن در آیین تشیع، همینطور هست در آیین اسلام به طور کلی، همینطور هست مخصوصا در تشیع، در آیین یهود بله یک مسیحایی خواهد آمد، یک مسیحی خواهد آمد که این قوم برتر و این منتخب خداوند رو از این بدبختی ها نجات خواهد داد و دوباره کینگدم آف گاد، پادشاهی خداوند رو بر سرزمین بعوث جاری خواهد کرد. برای مسیحیان The Second Coming of Jesus، دوباره بازگشت دوباره مسیح هست، که این با ایده میلنیالیسم یا اون هزارگرایی هست که وقتی که هزار سال طول میکشه که اون در این هزار سال همه افراد ناپاک دیگه روی زمین از بین میرند و در واقع مقبولین زمین هست که اینجا، یعنی خداوند، حالا بهتون بگم این دینش نسبت به این موجی موعود که میاد، آمدن این موجی موعود همیشه تو توأم با یک وقایع غیر طبیعی و حراسناکی همراه هستش. ما خوب در قرآن داریم و وقایعی که از روز قیامت اتفاقی و فکر من خوشید آسمان تاریخ میشه و هم نزدیک میشه، اتفاقات که میفته عیناً همینا در انجیل تورات هست و در آیین مثلا مسیحیت، وقتی هم وقتی که به این میلنیالیسم میپردازن اینا رو خیلی دیگه با جزئیاتی همچین پرداختن، گویی که عیناً اینها رو زیر ذره بین مشاهده کردن که اندخو همه چیز جلوی چشم اینهایی که اینا رو نوشتن اتفاق افتاده یک بار، که مثلا اونهایی که خطاکار هستن یا انتیکراست بودن و ضد مسیح بودن و مسیحی نبودن، اینا چه عذابهایی در این عالم میدن، و اونهای برعکس اونهایی که خوب بودن رو خداوند توسط یک نیروهای از زمین بلند میکنه میبره اینا در آسمان ها هزار سال اونجا اونا زندگی میکنن و بهترین پاداش ها رو میبینن، و بعد مثلا اینا باید اینجوری روی زمین دوزخیان روی زمین باید آسیب ببینن. خلاصه اون که به قول مارتین مارتی اینجا حق داره که من از این پژوهشگر ادیان آقای مارتین مارتی اسمشون هست، یه فرد بسیار مهمی هست، ایشون خیلی اشکال هست در دانشگاه شیکاگو، ایشون ادیتور همون پروژه فاندمنتالیسم پروژکت بود و تنها کاری که البته این نیست در پژوهش دین پژوهی، ولی خب زحمت و حق زیادی به گردن همه اینایی که این پدیده رو مطالعه کردن داره. به قول مارتین مارتی برای این افراد The future is assured, the past was grand, the present may be cloudy. گذشته برای این افراد پر عظمت شکوه بود، آینده یه نورانی شکوهمند تضمین شده است در ایدئولوژی اینها،
و هرچند که آسمان یا افق زمان حال پیره و تاریکه، همیشه به این طرفداران شنیدن نگران این پیره و تاریکه های الان نبوده، آینده روشن عظمتی در انتظار ما همینطوری که گذشته بود. این طرز تفکر البته مشابه افراد هستش که این خطوط تعیین شده رو قدم به قدم اجرا بکنن برای اینکه یک همچین آینده خوشبویی در انتظارشون هست. من واقعا خیلی زیاد رو در این مختصر گنجاندم، ببخشید اگر بیشتر از این شوش نمیدونم چقدر حقیقتا وقت داشتم، ولی من متشکرم، منتظر گفتگوی دوستان هستم.